شاهدان عینی میگویند که درگیری ها بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سری در ایالت های خارتوم، الجزیره و نیل سفید و شهر الفاشر شدت گرفته است. در ادامه به گزارشی که همکارم در رابطه با آخرین وضعیت اسفبار سودان تهیه نموده توجه فرمایید. نیروهای RSF همچنان کنترل مناطق وسیعی در شهر بحری در شمال خارتوم از جمله پالایشگاه الجلی را در دست دارند، در حالی که ارتش سودان در چندین محله شمال بحری و در یک انبار تسلیحات و پایگاه‌های حساب و کادرو در شهر مستقر است. ارتش سودان به مراکزی از تجمع نیروهای RSF در اطراف پالایشگاه نفت الجلی در شمال خارتوم حملات هوایی انجام دادند. به گفته شاهدان عینی، هواپیماهای جنگی ارتش سودان همچنین حملاتی را در مناطق جنوب خارتوم و ایالت نیل سفید انجام دادند. کمیته های مقاومت مدنی در بیانیه اعلام کردند که هواپیماهای نظامی حملاتی را علیه محل تجمع نیروهای RSF در ایالت الجزیره انجام دادند. از دسامبر سال گذشته نیروهای RSF چندین شهر را در ایالت الجزیره کنترل کردند. شاهدان عینی گفتند که درگیری‌ها بین ارتش سودان و نیروهای RSF در شمال و شرق الفاشر با استفاده از سلاح‌های سنگین از سر گرفته شد. روز یک شنبه سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل IOM اعلام کرد که درگیری‌ها از روز شنبه بین ارتش سودان و نیروهای RSF در چندین محله غربی و جنوب شرقی الفاشر از سر گرفته شده که منجر به آواره شدن 250 خانواده شده است. از دهم ماه می الفاشر شاهد درگیری بین ارتش با حمایت جنبش‌های مسلحی که توافقنامه صلح را امضا کردند و نیروهای RSF علی‌رغم هشدارهای جامعه بین‌المللی بوده است. درخواست‌های فزاینده‌ای از سوی سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که میتواند میلیون ها نفر را به دلیل کمبود مواد غذایی ناشی از جنگ که به 12 ایالت از 18 ایالت کشور سرایت کرده به قحطی و مرگ بکشاند مطرح شده است. آخرین تلاش از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف انجام شده که خواستار آتش بس فوری در سودان برای جلوگیری از قحطی در حال وقوع و هر گونه تلفات احتمالی برای حفظ جان کودکان شد. به گفته سازمان ملل متحد از اواسط آوریل سال گذشته ارتش سودان و نیروهای RSF جنگی را آغاز کردند که حدود 15,000 کشته و بیش از 8 میلیون آواره و پناهنده بر جای گذشته است.